عکس عجیب تلسکوپ جیمز وب از یک کمربند سیارکی. شنیدین میگن جیمز وب در زمان سفر میکنه؟ تا به حال بهش فکر کردین که چرا اینو میگن؟ این مدت اونقدر جیمز وب تصاویر جذابی رو به زمین ارسال کرده که زیبایی بصری این عکس ها شگفتی و تحسین عمومی رو برانگیخته. با این حال خیلی ها نمیدونن که چرا ستاره شناسان از این تصاویر حیرت زده شدن و اهمیت این عکس ها در چیه؟ حالا هم که اخبار جدیدی منتشر شده درباره عکس جدید تلسکوپ جیمز وب از یک کمربند سیارکی که باز هم حیرت ستاره شناسان رو برانگیخته. دوست داریم بدونیم ماجرای این عکس چیه؟ همراهان تکسون تیوی سلام، بیاین تا با هم بیشتر در مورد عکس عجیب تلسکوپ جیمز وب از یک کمربند سیارک صحبت کنیم، ولی قبلش ازتون میخوایم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. فوملهوت اخترشناسان از تلسکوپ فضایی جیمز وب برای تصویربرداری از غبار اطراف یک ستاره جوان نزدیک به اسم فوملهوت استفاده کردند و شاهد اولین کمربند سیارکی خارج از منظومه شمسی بودند. فوملهوت یک ستاره جوان و درخشانه که 25 سال نوری با زمین فاصله داره. اسم فوملهوت از زبان عربی گرفته شده و به معنی دهان ماهیه. اسم لاتین و انگلیسی اون هم از همین کلمه عربی گرفته شده. تصاویر تازه یک کمربند سیارکی. به طور کلی سه کمربند تو در تو توی این کمربند سیارکی دیده میشه که تا 23 میلیارد کیلومتر از ستاره خودشون امتداد پیدا کردن. این فاصله 150 برابر فاصله زمین تا خورشیده. اندازه بیرونی ترین کمربند تقریبا 2 برابر اندازه کمربند کویپر توی منظومه شمسی ماست که از اجرام کوچیک و غبار سرد فرانپتونی تشکیل شده. کمربندهای داخلی که قبل از این هیچ وقت دیده نشده بودن هم برای اولین بار توسط وب آشکار شدن. کمربندهای داخلی ستاره دهان ماهی. این کمربندها ستاره داغ جوانی رو که با چشم غیر مسلح به عنوان درخشانترین ستاره در جنوب صورت فلکی ماهی جنوبی قابل مشاهده است احاطه کردند. کمربندهای غبار آلود ناشی از برخورد اجرام بزرگتر برای مثال سیارک‌ها و دنباله‌دارها هستند و اغلب به عنوان دیسک‌های زباله توصیف می‌شوند. تلسکوپ فضایی هابل و آرایه میلیمتری زیر میلیمتری بزرگ آتاکاما یا همون آلما هم قبل از این تصاویر واضحی از بیرونی ترین کمربند این ستاره گرفته بودند. با این حال هیچ کدوم از اونها هیچ ساختاری در داخل اون رو آشکار نکرده بودند. کمربندهای داخلی برای اولین بار توسط جیمز وب و در نور فروسرخ آشکار شدند. کمربند غبارآلود دهان ماهی توی سال 1983 توی مشاهدات انجام شده توسط ماهواره نجومی فروسرخ ناسا کشف شد. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدواریم از تماشای اون لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین آیا در مورد این خبر که جیمز وب در اطراف یه دنباله دار آب پیدا کرده چیزی شنیدین؟ خوشحال میشیم نظراتتون و دانسته هاتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.